دوستان عزیزم سلام همراهان خوب کانال یوتیوب پورت آکادمی رضا نظروگی هستم درس های صفر تا صد درا رو داریم تو این جلسه ویدیو می برم سراغ پاراگراف ایجاد پاراگرافی که از بهترین و مهمترین بخش ها در نرم افزار درا هستش زمانی که میخواین یک اه, کاتالوگ بروشور یه کارت ویزیت یا هر چیز دیگه ای رو طراحی کنید که داخلش متن وجود داره نیاز دارید بعضی مواقع یک پاراگراف به وجود بیارین در خلال ویدیو به طور کامل در ارتباط با پاراگراف و تنظیماتش باهاتون صحبت خواهم کرد قبل از شروع ویدیو مثل همیشه ازتون درخواست میکنم لطفا ویدیو رو لایک کنید توی کانال یوتیوب پروت آکادمی سابسکرایب کنید اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندین بریم ویدیو رو ببینیم خب بریم سراغ ابزار تکستمون که یه پاراگراف به وجود بیاریم ابزار تکست رو انتخاب میکنم در درس قبلی یاد گرفتین اگه یه جا کلیک کنم آماده این نوشتن هستیم ولی این نوشته تا ابد ادامه پیدا میکنه تا جایی که اینتر بزنیم و یه خط بیایم پایین تر یعنی از سندمون هم بیرون میزنه کار نوشتاریمون برای اینکه یه فاصله و یک فضای محدود رو مشخص کنم در سند باید یک پاراگراف به وجود بیارم که تکستمون از اون پاراگراف خارج نشه فوقالدست برای زمانی که یک فضای محدود دارین مثلا شما یک کاتالوگی رو دارین طراحی میکنید یه تصویر دارین سمت راست جلوش یه فضای محدود می‌خواید مشخص کنید که تکستتون فقط در داخل اون قرار بگیره یا اینکه یک مجله یک روزنامه یه جایی دارین کار میکنین یک ستونی رو شما، برای شما در اختیارتون گذاشتن که باید در داخل همون ستون بنویسید و یه فضای محدود دارید خب یه پاراگراف به وجود میارم با کلیک و درگ با کلیک و درگ موس میتونم این کار رو انجام بدم فضایی رو براش مشخص میکنم مثلا در این حد و حدود و این ناحیه تصور میکنیم یه عکس سمت راست یه عکسم پایینه فقط اینجا رو داریم برای نوشتار خب سایز فونت رو هم بزنیم بیشتر کنم مثلا روی 36 پیکسل بذارم من اینجا میتونم بنویسم مثلا بنویسم پویوت اجازه بدین بنویسم پویوت به این شکل دوباره بنویسم پویوت چند بار که این رو مینویسم به انتهای کادر که میرسیم دیگه جایی وجود نداره برای ادامه نوشتارمون بنابراین یه حرف دیگه بنویسم خود به خود نرم افزار کورل رو تشخیص میده که باید تکستم رو بیاره یه خط پایین تر بیاره سر خط و کار رو ادامه بده فضا محدود قرار نیست از این فضا بیان بیرون پس پاراگراف رو به این شکل به وجود میاریم خب پویوت رو من اینجا کامل کنم یه متنی رو من از قبل کپی کردم یه متن طولانی تر میخوایم روی اون کار کنیم یه کنترل A بزنیم اینو پاکش کنم بعدش یه کنترل V بزنیم اینجا پیست بشه متنمون به شکلی که دارید میبینید سایزش بزرگ یه و سایزش کوچیک تر کنم مثلا رو بزنیم رو 24 مجددا البته بعد با کنترل A سلکتش کنم بعد بزنیمش روی 24 خب این متنیه که من دارم یه مقدارم طولانی تره بهتر باشه اینکه متوجه بشیم چه اتفاقی داره میافته اما اگر من سایز این فونت رو بیشتر کنم سایز تکستم رو بزرگترش کنم قاعدتا به خاطر اینکه از پایین محدودیت داریم بخشی از تکستم دیگه اینجا نشون داده نمیشه میره پایین تر ولی خب مخفی میمونه یعنی اگر من الان یه کنترل a بزنم اینو بزرگتر کنیم بذاریمش روی سایز 36 به محض اینکه سایز رو بزرگتر کردم به خاطر محدودیت فضا ما بقیه قسمت ها رو نمیبینیم و رنگ کادری که الان اینجا مشاهده میکنید به رنگ قرمز زر میاد یه اختار داره به ما میده که شما بازم متن دارین ولی اینجا به نمایش در نمیاد به خاطر محدودیت فضا پس من میتونم بیام اینجا با کلیک و درگ ببینید یه بار کلیک کنم با کلیک و درگ این کادری که اینجا دارم رو اجازه بدید این کادری که اینجا دارم رو افزایش بدم به سمت پایین و حالا ما بقیه قسمت ها رو دارم این قسمت و در این بخش میبینمشون بزنین یه کمترش کنیم مجددا از سمت راست و از سمت چپ از گوشه ها هم میتونم این کار رو انجام بدم مثلا از سمت راست اگر گسترش رو بیشتر کنم خب ما چون از سمت راست فضا کم داشتیم خود به خود به خطوط پایین منتقل شده بود ادامه تکسمون ولی اگر گسترشش بدیم میتونه همه چی دوباره درست بشه یه مادر کادرمون رو پر میکنه به این شکل دو تا آیکون دیگه اینجا هست یکی به سمت راست و یکی به سمت پایین کاری که این دوتا انجام میدن برخلاف کاری بود که الان انجام دادم یعنی درسته که این کادر رو افزایش میدن ولی اون ما بقیه خطوطی که به پایین رفته بود مثلا رفته بودن سر خط بر نمیگردن بالا فقط فاصله حروف یا فاصله خطا و سطرها بیشتر میشه اگر به سمت راست اینو درگ کنم میبینید فاصله حروف هم داره بیشتر و بیشتر میشه و اگر به سمت پایین این آیکون رو کلیک کنم و درگ کنم فاصله سطرها داره بیشتر میشه پس اگر میخواین متنتون برگرده به خطوط بالایی و فضای بیشتری داشته باشین از این نقاط مربع شکل توپور اطراف کار باید استفاده کنید که سایز رو تغییر بدید دوستان خب یه نکته رو بهتون بگم دقیقا تمام تنظیماتی که برای تکس های قبلی در ویدیو قبلی داشتیم رو اینجا روی پاراگراف هم میتونید اجرا کنیم یعنی مثلا میتونیم رنگ تکستمون رو به همون شکل عوض کنیم فونت رو عوض کنیم سایز عوض کنیم بولدش کنیم ایتالیک کنیم خط بندازیم هر جور کار دیگه ای رو میتونیم براش انجام بدیم بریم سراغ پنل پراپرتیس یه موردی رو بهتون بگم در پراپرتیس یکی از آیکون بالا که گزینه پاراگراف هستش من روش کلیک میکنم قبلش باید حتما بخش پاراگراف هم رو در حالت انتخاب قرار داده باشم دوستان عزیز من اینو انتخابش کردم یه سری گزینه ها داره اگر من گزینه اول رو از بالا بزنم روی الاین لفت تمام نوشتارم به سمت چپ کادر میره و چپ چین میشه اگر گزینه وسطی رو بزنم همه چی به مرکز کار منتقل میشه اگر گزینه سمت راست رو بزنم الان right to همه چی به سمت راست منتقل خواهد شد یه نکته دیگر رو بهتون بگم این در شرایطی که ما با پیکتول این مورد رو به طور کامل انتخاب کرده باشیم اگر بریم سراغ ابزار تکست و روی یکی از پاراگراف ها کلیک کنم چون دو تا پاراگراف جداگانه دارم اینجا حالا مثلا اگر من بیام وسط چین رو انتخاب کنم فقط پاراگراف بالایی وسط چین میشه پاراگراف پایینی هنوز به سمت راست چسبیده پس بعد بیام توی پاراگراف دوم یک کلیک کنم و جایگاه این رو هم جداگانه مشخص کنم مثلا بگم این راست چین کن یا این رو هم وسط چین کن اگر میخوایم کل متن رو تغییر کنه یا باید با کنترل A کل متن رو انتخابش کنیم یا اینکه با پیک تول بیایم محدوده پاراگرافمون رو به طور کلی مشخص کنیم و بعد بریم سراغ گزینه‌های بالایی گزینه راست چین همه چی رو به سمت راست می برد. یه گزینه اینجا هستش به اسم فول جاستیفای اگر روش کلیک کنم چه اتفاقی میافته قبلش بذاریم سایز تکستمون رو تر کنیم مثلا این رو بذاریم روی 28 که کل متنمون رو اینجا ببینیم و الان میرم سراغ این گزینه فول جاستیفای روش کلیک میکنم اتفاقی که میفته میاد تمام کلمات رو طوری گسترش میده و فاصله بین حروف ایجاد میکنه که کل کادرم رو بپوشونه اما آخرین کلمه هر پاراگراف رو به صورت عادی رها میکنه و جلوش سفیده و خالیه که ما متوجه بشیم بعدی یه پاراگراف جداست اما اگر بخوایم این خط آخرم پر بشه یا آیکون جلوتر گزینه فورس Justifier رو انتخاب میکنیم چنل رو هم بینش انقدر فاصله مینه بین حروفش که کلا این بخش رو برای ما پر کنه اینجا هم یه نقطه است نقطه نبود این ال رو میبرد میچسبون به این انتها پایین تر از این موارد یه سری گزینه اینجا داریم بزنین اول من اینو راست چینش کنم که بهتر متوجه بشیم چه اتفاقی میافته پایین پایین در بخش تکست دی... تکس دیرکشن دو تا گزینه داریم که در نسخه جدید به شکل آیکون در نسخه قدیمی تر یه دونه آیکون بود مثل این ایو بی که اینجا میبینید یه کادر هم به این شکل جلوش بود که بعد کادر رو باز میکردین left to right و right to left رو انتخاب میکردین در نسخه جدیدتر تر تکست دیرکشن اینجاست به دو تا آیکون مورد اول left to right برای نوشتهای انگلیسی یعنی شما مشخص میکنید که چین باشه یا راست چین این مورد چپچین کردن یا از چپ به راست کردن در اصل مورد دوم از راست به چپ کردن این دستور میدیم به نرم افزار که زبان ما زبان مثلا فارسی یا عربی که از راست به چپ شروع میشه کاربرد خیلی خیلی زیادی هم دارن بهتون پیشنهاد میکنم اگر از زبان فارسی استفاده میکنید حتی اگر همه چی درست پیش میره حتما از گزینه رایت تو لفت استفاده کنید که دستور بدید زبان برنامهتون فارسیه و دارین فارسی مینویسید برخی جا ممکنه یک کادر متنی به وجود بیارید در داخل کادر متنی مثلا بنویسین پویوت آکادمی یه نقطه بذارین اگر left to right باشه نقطه رو بیاره اول جمله براتون بذاره برای اینکه این, این موارد اشتباه به وجود نیاد درست پیش بره حتما برای فارسی right to left و برای انگلیسی left to right رو انتخاب کنید این فقط جایگاه نوشته رو مشخص میکنه ما اینجا نوع زبان رو معرفی میکنیم در text direction حالا بیاین پایین تر یه گزینه وجود داره اینجا که دارید می‌بینیدش در این بخش گزینه لاین اسپیسینگ فاصله بین خطوط رو برای ما مشخص می‌کنه اگر من افزایشش بدم فاصله بین خطوطم بیشتر و بیشتر میشه مثلا اگر من اینو یهود بذارم روی 200 درصد می‌بینید فاصله رو تغییر کرد خب حالت نرمالش 100 صد درصدی که میذاریم بمونه گزینه بعدی میاد فاصله ایجاد میکنه برای خطوطم و این خطوط رو به سمت داخل میکشونه اگر دقت کنید مثلا اینو بذارم روی 100 پیکسل به جز لاین اول ما بقیه لاین ها باید تغییر کنه مثلا اینو میذارم روی 100 ببینید لاین اول سر جاش باقی مونه ما بقیه لاین ها یه مقدار بنزه مثلا 100 پیکسل اومدن جلوتر مورد بالایی که فرست لاین ایندنت هستش خط اول رو کنترل میکنه که چقدر به سمت راست منتقل بشه من اینو مثلا میذارم روی 50 پیکسل بنزه 50 پیکسل اینم اومد داخل کار آیکون بعدی که داریم از راست به چپ همین کار رو انجام میده مثلا اگر ما 100 پیکسلم معرفی کنیم که به سمت راست بیا از سمت راست به سمت چپ بیا همین کار رو انجام میده منتها به خاطر اینکه فضای زیادی رو ما این قسمت راستمون خالی داریم اینجا چیزی رو نمیبینیم من اگر این گزینه رو بذارم روی مورد فول جاستیفای میبینم که این اتفاق براش میافته اول روی صفر بود همه چی میچسبه به لبه حالا اگر اینو رو بذارم روی مثلا 150 پیکسل به انداز 150 پیکسل یه حاشیه شکل میگیره داخل پاراگراف یه حاشیه امن شکل میگیره که این رو میاره وسط و اینجا قرار میده دو تا گزینه دیگه ای که اینجا داریم فاصله پاراگراف ها رو برای ما مشخص میکنه مثلا این گزینه رو اگر بزنم بذارم روی 200 درصد فاصله دوتا تا پاراگراف رو برای من مشخص میکنه یکیش از بالا فاصله ایجاد میکنه از بالا از بالای هر پاراگراف ما داریم فاصله ایجاد کنیم مورد پایینی فضا رو از پایین پاراگراف ها ایجاد میکنه تقریبا یه کار رو انجام میدن من اگر اینو رو بذارم روی 150 چیزی مشخص نمیشه ولی اگه بذارم روی 350 دوباره تغییر رو بینم بزنین هر دوتا روی 100 درصد تنظیم کنیم که فاصله پاراگراف ها رو از بین ببریم خب سه تا مورد دیگه هم این پایین هستن اگر اینا رو نمیبینین این فلشی که اینجا هستش رو شو روش کلیک کنید که براتون فضا باز بشه بتونید ببینیدشون یه مورد سمت راست برای من وجود داره که فاصله رو بر اساس زبانها تغییر میده مثلا اگر شما در پاراگرافتون دو تا سه تا زبان مختلف متن داشته باشین فاصله رو بین اونا به وجود میاره یه گزینه دیگه اینجا هستش که کاراکتر اسپیسینگ فاصله بین حروف برای من به وجود میاره مثلا من اینو رو میذارم روی 50 درصد فاصله بین حروف رو میبینی چقدر بیشتر شد گزینه پایینیش فاصله بین کلمات رو داره برای من تعیین میکنه مثلا اگر من اینو بذارم روی 100 درصد فاصله بین کلمات هم بیشتر میشه بذار اینو کمتر کنیم بذاریم روی 0 و اینو بذاریم مثلا روی 300 اینتر رو بزنیم یه مقدار بعد بیشترش کنیم می‌بینید فاصله بین کلمات هم داره بیشتر و بیشتر میشه که میتونم از این موردم بهره بگیرم مثلا اگه راست چینش کنم قاعدتا بیشتر مشخص خواهد شد اینو بذاریم روی 100 درصد بعد بذاریم روی 300 درصد فاصله بین کلمات میبینید چقدر تغییر کرد خب اینو برش گردونیم به همون حالت صفر که به هم نزدیک بشن خب اگر میخواین یک پاراگراف دقیق و تمیز و درست و خیلی مرتب و زیبا رو به وجود بیارین در کار وقتی میخواین یه کار حرفه‌ای رو تحویل مشتری بدین حتما باید بیاین سراغ پنل پاراگرافتون اینجا تمام تغییرات رو درست انجام بدین فضاها رو کامل کنترل کنید بر اساس متنی که دارید فونتتون سایز فونتتون و همه چی رو درست انجام بدین که بتونین کار ظاهر یه کار رو با ظاهر جذابتر مشتری تحویل بدین نیاز به تمرین داره همه این درسایی که دارم بهتون میگم رو باید تمرین کنید فرقی نمیکنه تمام درس ها مهمن تمام نکاتی هم که بهتون میگم مهمن تمام نکات مهم درس های مختلف رو دارم بهتون آموزش میدم رنگ هم میتونیم برای تکستتون مشخص کنید مثلا این رنگ رو براش در نظر بگیریم فضا و فاصله همه چیز هم که بهتون آموزش دادم ادامه بخش پاراگراف رو در ویدیو بعدی بهتون آموزش خواهم داد ازتون درخواست میکنم ویدیو رو لایک کنید توی کانال یوتیوب پارت آکادمی سابسکرایب کنید اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیوهای جدید ما از دست ندین باز هم همراه شما دوستان عزیزم خواهم بود متشکرم موفق باشید